بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على آلائه و شکر على نعمائه و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلام در فرمائش آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که فرمود و مشیهم التواضع، روش اینها و راه رفتن اینها متواضعانه و فروتنی است. درباره فضیلت تواضع یک مقداری صحبت کردیم. الان به حسب روایات ائمه خواهیم بررسی کنیم آثار تواضع را. تواضع چه آثار مهمی دارد در این دنیا و در آخرت؟ اما آثار، یکی از آثارش آن است به این که تواضع موجب قرب به خداوند منان می شود. انسان اگر بخواهد مقرب درگاه حضرت حق قرار بگیرد و خدا او را دوست داشته باشد، باید متواضع باشد. در روایت هست که امام صادق سلام الله علیه می فرماید قال فیما اوحی الله عز و جل الى داوود، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. تواضع موجب قرب است و متواضعین اقرب به خداوند منان، نزدیکترین افرادن به خداوند منان. خدا اونها را مقرب درگاه خودش قرار میدهد، شخص متواضع را. پس یکی از آثار تواضع قرب به خداوند منان است. اگر میخواهی مقرب درگاه حضرت حق باشی، و مقربین درگاه حضرت حق اون کسانی هستند که دعایشون دیگر ردخور ندارد. خوش به حال اون کسانی را که خدا دعای اونها را گوش می کند و اجابت می نماید. مقربین درگاه حضرت حق متواضعینن، کما این که در این روایت است بعیدترین و دورترین کسانی را که به خداوند منانند اینها متکبرینن. متکبر دور از رحمت حضرت حق است. به چی تکبر میکنی؟ به عمرت که در دست خودت نیست، به جوانیت در دست خودت نیست. شما برو نگاه کن این کاغذهایی را که به دیوار زده اند چند درصدشون را جوان تشکیل میدهد؟
به زیبایی خودت با یه شب و با یه تب خلاصه، به پولت با یه شب خلاصه. آخه چیزی را که با یه تب از بین می رود و اون با یک شب از بین می رود، به او تکبر ورزیدن دارد. مال یه خبر میدن، یه تلفن، آقا بله فلانجا اموالت از بین رفت، کشتیت غرق شد، خلاص فردا دیگه نون نداری بخوری. به زیباییت مینازی، با یه تب مختصر خلاصه، هیچ، باد در رفت. به مقام ریاستت مینازی، بابا یک بار بهت رأی ندادن خلاصی، یک کله بگر بره بالا، بگه نه تمام شد. رئیس ادارت یه شب با زنش دعوا بکند، فردا بگه اوقاتم تلخه، آقا بله فردا تو عزلی، خلاصی. صندلی را که، ریاستی را که بایه اندک چیزی از بین می رود، به او تکبر کردن ندارد که. پس مال و اموال که این چنین، ریاست که این چنین، پس به چی تکبر می ورزی؟ لذا شرافت و عظمت و مقام و منزلت، اون مقام و منزلتی است که انسان پیش خدا داشته باشد. لذا وحی فرستاده شده است به جناب موسی، موسی میدانی برای چی شما را به تکلم انتخاب کردم؟ از کرد یا رب ولم ذلک، چرا؟ فرمود من بندگان خودم را تفتیش نمودم و نظر کردم و تو را از همه به نسبه به حق متواضع تر دیدم. تو در مقابل من پیشانی و گونه هایت را به زمین میمالی متواضعانه و فروتنی در مقابل من میکنی. پس تواضع منشأ برای رفعت جناب موسی و مقام تکلیم او شده است. این هست که تواضع این کار را می کند. و از اینجا معلوم می شود که چه شرافتی با تواضع تحصیل می شود. بلکه در روایتی داریم ما این که امیرالمومنین می فرماید التواضع یکسب السلامه، شخص متواضع سلامت گیرش میاد، اصلا دنیاش هم آباده. و زینت و شریف، اگر شخص با شرافت هم باشد، ذاتاً یه آدمی باشد با مکرمت و با عظمت متواضع باشد، زینت شخص شریف است. بر فرض تو در دنیا شریف قرار گرفتی، یک پست و مقامی قرار گرفتی، در یک مستمقامی قرار گرفته ای، تواضع موجب شرافت تو، زینت توست. تکبر موجب برای نفرت مردم از توست. همانطور که تواضع زینت است، تکبر موجب نفرت است.
در یک روایت آقای امام صادق سلام الله علیه می فرماید لا یسلم الشرف التام الحقیقی الا للمتواضع، سالم نمی ماند شرافت تام و حقیقی هیچ مسلمانی مگر به تواضع. تواضع هست که اون شرافتی را که داری باقی و سالم نگه می دارد. و از اون بر بالاتر مطلب دیگر که تواضع یکی از آثارش آن است که انسان شیعه و پیرو امیرالمؤمنین قرار می گیرد. از صفات خاصه شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. یه روایتی از آقای امام حسن عسکری سلام الله علیه بسیار شیرین فرماید به این که اعرف الناس به حقوق اخوانهی و اشدهم غذاءً لها اعظمهم عند الله شأنًا و من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب حقا. کسی که تواضع بکند در دنیا برای برادران مؤمنش، برادر مؤمن توست، در مقابلش تواضع کن. خب یه مقداری علم یاد گرفتی، خیلی ممنون، دارای پست مقام شدی، بسیار، اما این برادر مؤمن توست، لذا شما اون قضیه جمال را شنیدید که علی ابن یقطین رضوان الله علیه یه بار یکی از این شتربنا اومده بود دم درش، دربونها اعتنا بهش نکردن، راهش ندادن. اومد اون سال به مکه، رفت دم در آقا موسی جعفر، آقا راهش نداد، آقا جان من با جان خودم معامله کردم، اومدم از دست هارون رشید در رفتم، اومدم در خونه شما و شما مرا نمیپذیرید. گفت به این که ما شما را گذاشتیم اونجا به خاطر اینکه به داد شیعیان برسی، به چه مناسبتی اون شتربان اومد دم در خونه شما و شما را دربوناتون راهش ندادن؟ گو حالا چیکار کنم آقا؟ گو ها، اگر بنا داشته باشی ما برای شما کار میکنیم. گو چطور؟ گو باید بری رضایت او را تحصیل کنی. گو آقا او در کوفه است یا در بغداد، من در مدینه ام، چطور میتوانم رضایت او را تحصیل کنم؟ گو اگر بخواهی بهت میگیم چیکار کن. گو باش میخوام. گو برو در مسجد، در قبرستان بقی، شطور اونجا هست، سوار شو، تو را میرساند اونجا. رفت و سوار شد، رسوندش به کوفه، رفت دم در جمال به شتربان در زد، در شتربان در را باز کرد، گفت به این که شما کی هستی؟ گفت من علی ابن یقطین. علی ابن یقطین نخست وزیر تام و تمام ممالک اسلامی، نه یه مملکت. دم در یه شتربان؟ گفت بله. گفت چی کار داری؟ گفت اومدم از تو رضایت را تحصیل کنم. گفت خب راضی شدم از تو. گفت نه، من دراز میکشم رو زمین، شما پای همون کبربسته خودت را روی صورت من بذار و از من از ته دل راضی شو تا امام زمان من از من راضی بشود.
او همون پاره گذاشت روی صورتش و از او راضی شد. بعد برگشت با آقا موسی بن جعفر، او را راه داد به منزل. اگر تواضع داشته باشی به پیش امام زمان خودت میخواهی رفعت و شأن و مقام تهیه بکنی، باید در مقابل برادران مؤمن خودت متواضع باشی. خدا به حق امام زمان ما را وظیفه شناس و عامل به وظیفه در همه امور عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.